رهبر امارات اسلامی در تازه‌ترین صحبت‌هایش با قاضیان کشور بر اجرای حد و قصاص تأکید کرده و گفته که پرونده‌های جرمی دزدی و آدمربایی به گونه جدی بررسی شود. رهبر امارات اسلامی همچنان اطاعت از فرمان خود را واجب خوانده است. اما پرسش اساسی این است که تطبیق حد و قصاص در کشور چه نتیجه را در پی خواهد داشت و آیا امارات اسلامی در خلای نبود قانون اساسی نافذ در کشور حدود شریعت اسلامی را به گونه همه‌جانبه تطبیق خواهد کرد؟ برای بحث بیشتر در همین مورد، یاسین حبیب، آگاه مسائل سیاسی در استودیو، اسحاق اطمر، استاد دانشگاه و غلام سرور نیازی، آگاه مسائل سیاسی هم در خط اسکایپ با ما هستند. سلام، شما بیننده برنامه افغانستان 1400 با من محب یوسفی هستین. در آغاز خوش آمد میگم به هر سه مهمان گرامی. با شما آغاز میکنم آقای حبیب. تازه ترین موردی که رهبر امارت اسلامی به او تاکید کرده به نظر شما چقدر قابل تطبیق هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود بر شما و به همکاران محترم شما و دوستای نهایت عزیز شریک در بحث ما، جناب نیازی صاحب محترم، همچنان جناب اطمر صاحب محترم و بیننده نهایت عزیز و نازنین تلویزیون شما، چه در داخل و چه در خارج. ببینین آقای یوسفی، یک چیز خدمت شما عرض بکنم که امروز وقتی که ما میگیم عیدای مسلمانی داریم که مسلمان هستیم و بعدا هم عیدای ازیرا داریم که ما در کشور خود حکومت اسلامی و قانون شریعت قرای محمدی را پیاده میکنیم، حکم فرما میسازیم، تحقق میبخشیم. حالا باید چیزی که قرآن میگه، چیزی که حدیث نبوی میگه، بر مبنای از او باید عمل بکنیم. درست است ما در گذشته ها قوانین مختلف داشتیم، قوانین مختلف هم از بخش های از قانون اسلامی اقتباس شده بود ولی مکمل نه. ولی در این مورد یک شرایطی که ما فعلا کشور ما در یک فقدان قانون اساسی قرار داره و از جانب دیگه هم وضعیت و شرایط طوری هست که باید کشور ما در مجرای یک اصول نظم و دسپلین یا قانون باید حرکت کنه. چرا امروز امارت اسلامی آمده بر جغرافیای افغانستان حاکم شده و زعامت تقریبا 40 میلیون ملت افغانستان به دست داره، ملت واقعا پریشان، ملت واقعا شکم گرسنه، ملت واقعا پا برهنه، ملتی که واقعا در طول 43 سال جز رنج و عذاب و مشکلات بی سرنوشتی و دربدری و این سیاروزی روز خوش را ندیده. یک شرایط دهنمت، یک حالت ای که وقتی که ملت ما قرار داره و امارت اسلامی میان باید آله باید کار صورت بگیره که باید این طور در برابر مردم، در برابر حوادث روزانه که در کشور ما رخ میده، چی دزدی باشه، چی اختطاف باشه، چی جنگ های مخالفین مسلح با دولت باشه و افرادشان دزگیر میشه و یا اختطاف چی ها دزگیر میشه یا دزدام دزگیر میشه یا قاتلین واقعا قاتلین که به ناحق یک انسان میکشن یا این جنگ های ذات البینی که در بین فامیل ها باز بالاخره منجر به قتل میشه. حالا باید یک اصول نظم داشته باشه، یک قانون باید اینجا حاکم باشه که بر مبنای او باید عمل شود. خب این که قانون قبلی که عبارت از جمهوریت بود این امارت اسلامی قبول ندارن و از جانب دیگه کنا یک مدتی هم آوازه شد از طریق رسانه ها همی پخش شد که قانون زمان شاه را به اصطلاح ناعملی میکنن. خب اونا هم در برابر از اون مسئله تواکنش های چندی از طرف سیاسیون و تحلیلگرا و روشن فکرا و منورین صورت نگرفت که گویارت بکنن. به هر ترتیب حالا که او هم عملی نیست، حالا که تقریبا مثل ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که ما در یک حالت بلا تکلیفی قرار داریم که یعنی یک نظم و دسپلین و اصول و قوانین وجود ندار، بهتر است که فقط چیزی که قانون اساسی. جناب آقای یوسفی، این قانون غنامند اسلامی و قرآنی ما و شما که همه مردم افغانستان و دیگر تقریبا میلیاردها میلیارد مسلمانان دنیا به او منقاد هستند،
در نمت یک شرایط میشه که به اساس عمل صورت بگیره، ولی چیزی که قرآن نسته که من پیشتر گفتم، چیزی که قرآن میگه یا حدیث نبوی میگه بر اون مبنا عمل شد. البته ما راستیام این حکم یا دستور یا ادایت محترم مولوی صاحب ایبت الله آخان امیر المومنین امارت اسلامی را میره به فال نیک میگرم، از استقبال میکنم. خوب است که در کشور ما باید یک نظم و یک دسپلین و یک قانونی باید حاکم باشه. البته برای مثال مشکلات دزدی هست در کشور، اختطاف هست، مثل که من پیشتر عرض کردم که جنگ، یک ایده بعضی از گروه های در بعضی از مناطق کشور ما جنگ دارن بر علیه امارت اسلامی، یا بعض افراد از اونا دزگیر میشن، در توسط نیروهای مسلح امارت اسلامی دزگیر میشن، ولی حال باید یک قانون باشه که اونا فقط به یک مرجع سپرده شوه، مطابق امو محاکمه شوند. آیا به اصطلاح امو وقت محاکمه، محاکم یا مقام های سارنوالی یا محاکم بر اونا حکم اعدام فیصله میکنه، یا حبس ابد فیصله میکنه، یا افسای به اصطلاح از 5 سال گرفته تا 20 سال تعیین میکنه؟ باید این قسم یک مجرای وجود داشته باشه، یک اصول وجود داشته باشه، یک قانون وجود داشته باشه. این حرف بسیار خوبی است که باید در کشور ما قانون، نظم، دسپلین حاکم شود. اتمار صاحب، مشخصا دیدگاه شما را همچنان می داشته باشیم. تشکر لطف دین. یوسف صاحب سلام بر شما. سلام بر حبیب صاحب گرامی و همچنین سلام بر جناب نیازی صاحب و تمام بیننده عزیز. درست است که افغانستان کشور اسلامی است و ما باید احکام شرعی اسلامی را داشته باشیم در کشور خود، ولی داشتن قانون هم یکی از مسائل بسیار حتمی و ضروری است که در تمام جوامع قوانین به خاطر اصلاح جامعه است، قوانین برای تفسیر شریعت است، قوانین برای حفظ حقوق شهروندان است، قوانین برای ضایع نشدن حقوق مردم است. به این مبناست که ما باید اول دارای قانون باشیم و باز شرایط در کشور فرق میکنه. اگر ما مثلا حکم شرعی را میگیریم، این حکم شرعی اینطور حتمی نیست در تمام جوامع و در تمام ادوار تاریخ که عیناً هو به هو نقل شود. این تفسیرات خود داره. به طور مثال شما اگر ببینید فقه حنفی یک قسم است تفسیرش، فقه جعفری دیگر قسم است، فقه شافعی دیگر قسم است و فقه حنبلی دیگر قسم است، و به این ترتیب شاید هر فقه از خود تعبیر خاص داشته باشد. دیگه این که بعض جرایم است که در صدر اسلام یا در زمان نزول قرآن او نبوده. به طور مثال شما خواهد گفتیم که چی نبوده، مثلا آدم ربایی، مثلا قاچاق مواد مخدر، که امروز سر قاچاق مواد مخدر بعض از کشورها و یا مثلا عربستان سعودی حکم اعدام میکنه و او اعدام میشه. در ایران مثلا سر قاچاق مواد مخدر حکم اعدام است، در بسیاری کشورها سر آدم ربایی حکم اعدام است. یا مثلا دو سه روز پیشتر خانم در امریکا یک طفل از بطن مادرش دوزی کرد، این محکمه خود امریکا که امریکا کشور خود به اصطلاح دموکرات و پیشرو دموکراسی در جان میدونه، محکمه امریکا سر زو حکم اعدام صادر کرد. و این قضیه مثلا در صدر اسلام یا در زمانی که قرآن نازل شده یا بعد از او موجود نبود، و این شما کتگوری است که در نمیتونین که این را در کدام کتگوری قرار بدین. بر صورتش بیاییم سر ازی که در زمانی که صدر اسلام بود، در اون وقت مثلا سیستم زندان یا سیستم تجدید تربیت هیچ نبود، و پس آنها مردم هایی را به مرور زبان مثلا زندان ها را ایجاد کردن
و حتی در زبان شاه و در زمان داوود خان در افغانستان زندان ها در پلیزی که زندان های سیاسی البته مخوف و خطرناک بود، مردم شکنجه می شدند. در این نوشته ها و آثار زیاد ما خواندیم تاریخی را گواست، ولیکن در پلیس برای یک تعداد اشخاصی که اونا جرمایشان متفاوت بود، بر زینا برای تجدید تربیتشان مثلا کورسای آموزشی بود، قالین بافی بود، گلاب بافی بود، شال بافی بود، از این قبیل حرفه ها مثلا بستریگری و چیزهایی که اینا در زندان برزی که تجدید تربیت شان. اگر آلیوا یک دزدی که معلوم نیست که دزدی یک بیست دانه نان از نان بایی است یست، یا دزدی است که یک آدم به یک هدف دیگه بیره و ما دست دوز قطع کردیم. در این حال درست است که با کل ما احترام داریم و احکام شریعت و مسلمان هستیم، اما شرایط وقت با شرایط امروز فرق میکنه. اگر امروز شما دست یک کسی را که بیست دانه نان هم دزدی کرده او را به عنوان دزد میگیرن و یک کسی که مثلا یک مبلغ انگفت را از بانک دزدی کرده او را هم دزد میگیرن، او دزد بیست دانه نان هم دست قطع میکنن، دزدی که بیست میلیون دلار برده او را قطع میکنن. فیصله شما فیصله درست نیست. در اینجا باید یک تفسیری موجود باشه که کدام جرم ها تحت کدام قوانین ها. من یک حکایت را بسیار خلاصه خدمت شما عرض میکنم. میگن زمانی که هارون رشید به شکار میرفت در کدیلا و لشکر خود در یک جای رسید که اینا اونجا اتراق کردن و غذا میخوردن، در اینجا نمک نبود و یک سرباز خود روان کرد که تا بر از قریه نزدیک نمک بره. او سرباز نمک آورد و هارون رشید در بدل می نمک یک مبلغ زیاد بر امی نفر داد که ایره برو امین کس را که نمک گرفتی ایره برش بده. و زمانی که او آدم آمد بر هارون رشید گفت که تو خوش هستی، مخ چیزی نکدیم، نمک چیزی بسیار بیارزش است، من ایره پولش را نمیگیرم. هارون رشید بری گفت نه، اگر من امی پول نمک تو را ندم شاید ای سرباز های با باز امو درخت های سیب و باغ های انگور و مثلا تاک های تو را از بیخ بکنن و باز به فکر ازی که ما لشکر پاچه هستیم و ما باید پیسه رتیم در مقابل که ما از رعیت میگیریم. یعنی در حقیقت قانون خودش یا خود شریعت خودش مسئول ساختن حقوق مردم است، مسئول ساختن حق رعایا و بنده آیش است در شریعت اسلامی. سلامت باشین. وقفه. شما بیننده برنامه افغانستان 14 با من محب یوسفی هستین. نیازه صاحب مشخصاً دیدگاه و گمان شما را همچنان در مورد تازه ترین مورد که رهبر امارت اسلامی شریک ساخته می داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما یوسفی صاحب گرامی و علیکم السلام جناب حبیب صاحب گرامی، دوست بسیار خوبم و همچنان استاد بزرگوار اطمر صاحب و شنونده ها و بیننده های محترم تلویزیون شما. ببینید قوانین در هر کشور دنیا مردم همان کشور می سازند. طبیعی است که کشورهایی که مذهبی هستند اونا قوانینشان مطابق همون مذاهب و ادیانشان ساخته می شود. مثلا شما اگر در عربستان سعودی ببینید تا می حال هم نمیفهم، ولی در چند سال پیش هم همین قصاص و قطع کردن دست و وسایل مسائلی که این در شریعت پیش بینی شده بود وجود داره و در تعداد از کشورهای عربی دیگه هم قوانین شرعی جاری است و از او استفاده میشه. و در کشورهایی که کثیر مذاهب هستند یا آدیان و مذاهب زیاد دارن یا کشورهای دموکراتیک هستند، اونا اکثریتشان قوانین مدنی دارن. ما نمیتونیم در یک کشور اسلامی
قوانین امریکا را یا انگلستان را یا کشور دیگر بیاریم تطبیق بکنیم. چرا زمینه تطبیق برای اون مساعد نیست؟ چون یک جامعه مذهبی است و همچنان نمیتونیم که ما قوانین شرعی را ببریم در امریکا و یا در لندن و یا در دیگر کشورهایی که داد از دموکراسی میزنن و در اونجا تطبیق بکنیم. بنان هر کشور قوانین خود را دارند. ما نمیتونیم که سر قوانین کشورهای دیگه انتقاد بکنیم و کشورهای دیگه هم این حق ندارن که سر قوانین کشور ما انتقاد بکنن، به خاطر اینکه افغانستان یک جامعه اسلامی است و نه تنها آله، حتی در وقت حکومت دموکراتیک خلق افغانستان که دموکراتیک خلق افغانستان حاکم بود، شما شاید باید داشته باشین که امیر رهبران جهادی از طرف حکومت اموات محکوم به اعدام شده بودن، یعنی در محکمه غیابی اینا محکوم به اعدام شده بودن. امی هفت تنظیمی که در افغانستان هست بودن و فعالیت میکردن از طرف حکومت اموات، من دقیقا باید دارم که به اعدام محکوم شده بودن در محکمه غیابی. بنابراین دیگه ما نمیتونیم که در تمام جهان قوانین یکسان تطبیق بکنیم و میایم اینال سر افغانستان. اول خود در اینجا باید مهمی بود که یک قانون اساسی ساخته میشد، لوی جرگه دعوت میشد و مردم افغانستان فیصله میکردن که چی نوع قوانین میخوان. طبعا که مردم افغانستان مسلمان هستن و اونا مشکل با قوانین شرعی ندارن. ولی یک چیز دیگه را که جناب اطمرس هم به او اشاره کرد، ما باید امو بره زمانی را یا یک مقطع زمانی را، شرایط زمانی را مد نظر داشته باشیم. در واقع امکانات از این نبود که زندانها وجود داشته باشه. شما میفهمید که امید جزا و یا اعدام و یا قصاص و یا زندان همش به خاطر اصلاح جامعه است، به خاطر یک انتقام گیری و یا مسائل دیگه نیست، به خاطر اصلاح جامعه است. چون وقت امکانات از این نبود که زندانها و این گپا وجود داشته باشه و مصارف این زندان ها یا نگهبانی مشکلاتی بود. به این خاطر بهترین راه می بود که جای با جای یک محکمه دایر بشد و یا حکم قصاص یا حکم اعدام یا هر چی که محکمه لازم می دانست می دادن. و مسئله دیگه این است که تطبیق قانون بسیار مهم است. شما دیدین در نظام گذشته ما بهترین قانون دنیا را داشتیم، دیگه هیچ جای شک نیست، ولی هیچگاه قانون تطبیق نشد و اگر تطبیق هم شد بالای امو ضعیفترین افراد جامعه تطبیق میشد، حتی تا سطح مدیر و از مدیر به بالا قوانین در دوائر حکومتی معاف بودن و در اجتماع و در جامعه هم کسی که کمی صاحب رسوخ می بود یا پولدار می بود یا هیچگاه او محاکمه نشد. ما دیدیم که همین کسایی که در قدرت شریک بودن، همین جزیره های قدرت، اینا متهم به انواع و اقسام جرائم بودن، جرائم بیشمار، اتهامات بیشمار، ولی تا آخرین حد، تا آخرین لحظه را حکومت موقت نتانست قوانین برازینا تطبیق بکنه و یا کسی که حداقل موقفش از مدیر بالا باشه او را مجازات بکنن. بنان اگر می شدم یک کسی که یک مرغ دوزی میکردن که آنم اموتور است، آنم ما می بینیم کسی که یک مرغ دوزی میکنه او را در گردنش بندازه و او دوزهای میلیارد دلاری این همه هم در افغانستان میان و استقبال هم میشه گلار هم به گردنشان بندازن. کی ها هستن؟ نازای صاحب هدف شما درست است که هدف شما از دزدهای میلیارد دلاری کی ها هست که حالا به افغانستان میاین؟ خب شما میبینین من اگر نام بگیرم من فکر میکنم درست نخواد بود، ولی در مجموع اگر نبود اکثریت کسایی که در نظام گذشته بودن به نحو در فساد غرق بودن. طور مثال همین آقای چکری
متهم به فساد بود، آقای فاروق وردک متهم به فساد بود و آقای زاخلوال و امثال هم. یه از هر من شمس است، این من نمیگه میره از طریق همین مطبوعات، شما تمام مردم افغانستان و جهان میدانند، ولی اینا امروز من در افغانستان گل به گردنش انداخته میشه. ولی یک کسی دیگه به جرم مهدی که تو سرباز بودی در حکومت سابق یا مامور بودی یا افسر بودی یا یک کسی که یک مرغ دزدی میکنه او را میگیرن در گردنش بندازه و او را بنابراین در اینجا است که عدالت تامین نمیشه. اگر ما میخواییم که در یک جامعه عدالت تامین بکنیم، ما طرفدار قوانین شرعی هستیم، ولی به شرط از اینکه یکسان و بدون در نظر داشت هر گونه تبعیضات تطبیق شود. سلامت باشین حبیب صاحب. دیدگاه شما رو مشخصا در پیوند به ای که عادلانه قانون تطبیق شود، قسمی که نیازی صاحب گفتن، شما به ای باور هستین که میتونه به گونه عادلانه تطبیق شود قانون؟ جناب آقای صوفی صاحب، براستی هم که جناب نیازی صاحب بزرگوار و همچنان جناب عطمر صاحب گفته، تا از چهره های واقعا نخبه و خوب و فعال و اکتیف و سیاسی کشور ما و صالح کشور ما هستم، عرفای بسیار خوبی را در دو شخصیت ما گفتن. واقعا ما تایید میکنیم اکثریت قاطع صحبت های جناب ایشان، براستی هم که خیلی خوب صحبت کردن که امروز شرایط در وطن ما وجود داره. حتی جناب آقای ایسوفی که در اسلام عزیز هم ما یک موضوع بسیار کوتاه مرا میخوایم بگیم. در زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک خانم آمد به حضور آن حضرت، گویا حضرت حکم شریعت از سرما جاری کن، مرا قصاص کن. راستی پیامبر بسیار ناراحت رویش گشتم، باز او خودش هر طرف که آمد طرف پیامبر روی خود گشتم. این پیامبر راضی نبود، راضی نبود که خانم قصاص شود. بالاخره گروی چی حلت گفت ما مرتکب زنا شدیم. بعدن پیامبر دستور داد که امیر شما بررسی کنین که روی چه علتی، به خاطر چی، چطور، چه علت باعث شد که این مرتکب همی زنا شده. آیا شما این درست که آیا این عدالت اجتماعی حکم میکنه، عدالت اسلامی حکم میکنه که خانم قصاص شده؟ منظوری بود که خب باز روایات بیست که میگن که پیامبر عفو کردش، بعض روایات میگن که نیو قصاص شد، دیگه معلوم نیست که کدام از این درست است، ولی این مسئله صورت گرفت. بله، دو بزرگوارای عزیز ما، دو چهره های سیاسی دوست داشتنی سال کشور ما صحبت های عالی کردن. من امیدوارم که زعمای محترم امارت اسلامی اینمی قسم به صحبت ها و نظریات اینمی شخصیت های نیک سالی ما چه در داخل و چه در خارج گوش فرا بدن، استفاده کنن از صحبت های زنا که اینی اصلا وطن ما، مردم ما در یک شرایط خیلی دشوار و جانکاه و طاقت فرسا قرار دارن که واقعا نسبت به این مردم ترحم. آل جناب عطمر صاحب گفت که یک کسی اگر 20 تا نانم از گرسنگی و بدبختی و بیچارگی و از دشواری از مجبوری دزی میکنه، ما باید دستش قطع شود. یک کسی که به میلیاردها دلار پول بیت المال چور کردن، تاراج کردن، قصرها و بلند منزلها ساختن، حالا بالاخره فرار کردن، بعدن هم اگر باز یک دیش میاین و استقبال میشن، یا به قول جناب نیازی صاحب بله حرفای بسیار خوب است، اونا باز حرف همیشن گل در گردنهایشان آویزان میشن. این خب خلاف عدالت اسلامی هست. فلهازا اسلام هیچ گاهی این طرفدار از این نیست که یک انسان بناحق یا روی یک سلسله اگر مجبوریت ها این را وادار می سازه که با یک جرم این متوسل میشه، او باید از بین بره. چرا؟ اسلام دین عفو است، اسلام دین بخشش است، اسلام دین سازندگی است، اسلام دین قتل نیست، اسلام دین قتال نیست، اسلام دین عقده نیست، اسلام دین عفو است. حتی همی که جناب نیازی صاحب هم نمیره به این پافشاری کرد و جناب عطمر صاحب هم که باید کسایی که اگر مرتکب یک جرم میشه باید اصلاح شوند و باید ساخته شوند و باید حال ببینید جناب ایسفی صاحب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا از چهره های وحشی که اولاد خود زنده به گور میکردن، چه خب یک انسان های عادل مثل حضرت عمر ساختن، جور کردن، ساختن، تربیه کردن. این حکم اسلام است.
اما هیچگاه اسلام به قتل انسانها، به قتل و خون در ریختن خون انسانها، اسلامی واقعی، اسلامی اصیل، اسلام محمدی راضی نیست و به او موافق نیستند. فلحاظا دینمت یک شرایط خوب است که کشور ما صاحب یک قانونی باشن، گو قانون ها مثل که اگر در گذشته ما قوانین در زمان شاه بود یا در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق بود یا در زمان حکومت داوود بود یا در زمان حکومت مجاهدین بود یا جمهوریت بود، از این قانون از این قانون از اسلام همه نام اسلام از سایر اقتباس کرده بودن و پیشترم در صحبت های خود اولام گفتم از اسلام، از قانون اسلامی، از قانون شریعت قرای محمدی، از قرآن عظیم، اینا بعض مسائل اینا استخراج کرده بودن، گرفته بودن در قوانین، به خاطر که به قول آقای نیازی که امروز کشور ما یک کشور اسلامی است، 99.5% مردم مسلمان هستند، همه منقاد به اسلام هستند، منقاد به حکم قرآن و حدیث نبوی هستند، باید اینجا قانون وضع شود، قانون اینجا وجود بیاید، قانون اینجا ساخته شود توسط علما، دانشمندان، یعنی قسم سیاسیون ما، چی در داخل و چی در خارج، باید رهبرای محترم امارت اسلامی از این نظریات، از این چهره و شخصیت ها در ساختن قوانین برای کشور استفاده کنند، ارزش قائل شوند. ایست که باز کشور ما به طرف یک به طرف خیر و فلاح و رستگاری مسیر سوق داده میشه. ممنون از شما. میان برنامه کوتاه. همچنان در ادامه برنامه افغانستان 14 ساعت، اتمر صاحب، قانون اساسی که در جمهوریت هم وجود داشت و گفته کسانی که حاکم بودند در او زمان، قانون اساسی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی بود. حالا دیدگاه شما مشخصاً در پیوند به او قانون اساسی چه هست؟ آیا شما مناسب می‌بینین که قانون اساسی حالا هم استفاده شود یا خیر؟ تمام قوانین نظر به شرایط اجتماعی وضع میشه و چون افغانستان یک کشور اسلامی است، در پرتو شریعت اسلامی باید این قوانین باشد. و از همون خاطر است که ماده اول قانون اساسی گذشته و همچنین قوانین قبلی که در وقت داوود خان و در وقت شاه نافذ بود، تا اونا هم اولین مادهش نمی بود که هیچ قانون در افغانستان مخالف قوانین شرعی نافذ شده را بیتاره، یعنی به این مانا که اینا ابو قدم اولشان مراد نمودن احکام شرعی در تمام از این قوانین بود. گپ دیگه که دوستا گفتند که به ابو را تایید میکنم این است که تطبیق قانون است. ما در گذشته در جمهوریت یک قانون بسیار خوب داشتیم، یعنی یک قانون اساسی بود که نظر به بو جامعه، نظر به بو عقاید مردم و نظر به بو اندیشه های مردم کاملا برابر بود. اما ای که ای تطبیق نمی شد، یک مشکل دیگه بود. در حالی که ابو وقت یک کمیته بود به نام کمیته نظارت بر قانون اساسی، نظارت بر تطبیق قانون اساسی، خود این کمیته راپور داد که رئیس جمهور بیشتر از 100 بار این قانون نقض کرده. به این معناست که وقتی که خود رئیس جمهور که توشیه کننده و نافذ قانون باشه، قانون از 100 بار بیشتر نقض کنه، این به این معناست که قانون در جامعه اصلا جنبه تطبیقی نداره. بر صورت دیگه مسئله که ما میخوایم بگویم ایست که نحوه نگاه است که شما به این قانون چه قسم نگاه میکنین. مثلا این یک گپ معقول است که ما بگیم قوانین شرعی نافذ شود. قصاص به این معنا نیست که شما کل مردم را اعدام کنین. قصاص به این معنا است که نظر به قانون شرعی اونمو حدودی که در قانون شرعی موجود است، در شریعت موجود است، او تطبیق شود و او بسته به شرایط است، بسته به زمان است. یعنی شما اگر در وقت خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ببینین، ما تا جایی که خواندیم یک یا دو واقع اعدام
صورت گرفته که دیگر نبوده. و به این ترتیب قسمی که قبلا عرض کردم که نبود زندان ها اعاشه و باقی بندی ها زندانیان یک مسئله بوده که در او وقت ابو فکر از اونها بود یک چیز بود زبانی که در شریعت میگه قصاص. حالا خود در شریعت دیتر گفته در قرآن هستی طور که وقتی که قصاص میگین اگر کسی را کشته بود باید اون بکشه، اگر کسی دست کسی را قطع کرده بود دستش را قطع کنه، اگر کسی چشمش را کور کرده بود چشمش را کور کنه، اگر کسی گوشش را بریده بود گوشش را ببره. ولی امروز خو شرایط فرق داره از اون اونمون جزا بیتاره به نحوه دیگه تطبیق شود تا ای که ایواز یک معلول ما دو معلول نداشته باشیم. امروز خو جهان امروز ایره حکم بگیره که درست است ابو گفا، لیکن امروز شرایط موجود امروز تغییر است. شما ایتر نکرین که بخاطر که جزا بتین کل مردم معیوب و معلول بسازه. دیگه خیلی زندان برای چی نگاه کردین؟ زندان جای تجدید تربیت است برای کسایی که اونا گناه میکنن. اما اگر شما زندان دارین بازی گفار نداره، و اگر شما بازی زندان ندارین اونمو یک بار مصرف، هر کس که یک جنایت و یک کار کرد در اونجا به جزای خود برسه. اما در شریعت اوترم نیست. شما ببینید در شریعت محاکم مختلف است، محکمه ابتدایی است. مثلا یک مجرم و کسی در محکمه ابتدایی محکوم به اعدام میسازد، در محکمه مرافع میره او محکمه ابتدایی را قبول نمیکنه، محکمه مرافع او را به اعدام محکوم میسازه، حکم محکمه ابتدایی را تایید میکنه، بالاخره به او تمیز میره، محکمه تمیز. وقتی که به تمیز میره تمیز کی را میبینه ایرا معاف میکنه، مگه نه غلط است، ایرا به دو محکمه حکمش غلط است. و این قانون از شریعت است، در شریعت هم تو چیز است. به این مانا که در فیصله محکمه ها فرق است، در فیصله محکمه ها نقص موجود است که محکمه نهایی بالاخره تصمیم به یک فیصله میگیره که این فیصله درست است یا این فیصله غلط است. یعنی ایتون نیست زمانی که یک قاضی فیصله میکنه یک گفت بره او به معنای 100% درست باشه و او باید دفتن قابل تطبیق باشه. نه، از امون خاطر است که محکمه های ثلاثه در شریعت اسلامی موجود است که اگر یک محکمه اشتباه میکنه محکمه دوم او را اصلاح میکنه، و اگر محکمه دوم اشتباه میکنه محکمه سوم را اصلاح میکنه. پس این را با گفته میتونیم که امو آبشنهای مختلف در تطبیق شریعت اسلامی موجود است. نباید از این حکم بلاهیبت الله ایتو برداشت شوه که ای که گفت که قصاص تطبیق کنن دیگه قاضی ها شمشیر را بکشه و هر کس که هر چیزی که دستش را ببره و بینیش را ببره و پایش را قطع کنه و اعدامش کنه. دی اون محکمه سلاسه به می خاطر است که میشه که اشتباهات در فیصله های محاکم و قضات سلامت باشه. موجود باشه. نیازه صاحب، شما چقدر داشتن قانون اساسی را لازمه یک حکومت داری میبینین؟ البته در کنار از این که ارزش های اسلامی همچنان باید تطبیق شود. ببینین قانون اساسی در یک کشور چیزی است که در یک جامعه نظم به وجود میره، زندگی اجتماعی را به وجود میره. اگر در هر جامعه که قوانین وجود نداشته باشه شاید اونجا انسان ها هم دیگر بخورن و هر جرم و جنایتی که ازشان بیان صرف نکنن. مهمتر این است که این قوانین چگونه تطبیق شود. این مسئله بسیار مهم است در جامعه که فساد وجود داشته باشه. نمونه شما همی حکومت گذشته را داریم. شما باور بکنن که من یک چیز را شنیدم در امو حکومت که یک کسی به اتهام دزدی بندی شده بود، اما جرم دزدی از او بسیار کم بود، چیزی که دزدی کرده بود کم بود.
و عامل جنایی 17 او را دو لغت دیگه هم زده بود که خانه پدرت خراب دوزی میکردی، یک چیز سهیر دوزی میکردی که یک چیز برای من میرسید که علاج میکردن. دیگه بایی من چیل از تو بگیرم و چرا ایران برو دیگه در زندان باش. یعنی گپای است که واقعیت است، یعنی ما چشم پوشی کردن نمیتونیم. شما دیده نمی وکیلا و کدام وکیل کدام وزیر شما از سطح مدیر با بالا برای ما در امون حکومت گذاشته که غرق در فساد بود، شما برای ما نشان بده که محاکمه شده باشد. چون اوجا روابط بود، اوجا فساد بود، امین جرم و جنایتی که صورت می گرفت اکثرش فساد اداری و فساد اقتصادی و این مسائل بود، این تقسیم می شد، بنان قانون تطبیق نمی شد و یا مسائل سیاسی این مسائل در نظر گرفته می شد. شما ببینن امروز یک کس ترس از اینه داره که در شهر موبایل خود بکشه و گپ بزنه و ترس از اینه داشته باشه که دوزی شد، چون و سارق یا دوز میفهمه که من این کار اگه بکنم من گیرشان دستم بودیده میشن، ولی در او وقت میگفت که من دو موبایل اگه دوزی کردم یک موبایلش برای امو مسئولین میتم، هیچ گپی هم نیست و من رها میکنم. بنان این مسئله بسیار مهم است که قانون چگونه تطبیق شود. قانون وقت اثرگذار است که او برای همه به شکل یکسان تطبیق شود، نه ای که شما امیال ببینین. اگر من مطمئن نیستم که اگر یکی از کسایی که در امی حکومت در مقام بالاتر باشه و او متهم به یک جرم شود و قانون امی شریعت برای زود به طور تطبیق شده که بالا یک انسان عادی تطبیق بشه، چون این جامعه ای افغانستان اینمی مشکل داره. هر حکومت که ایجا آمد به نفع خود قوانین ساختن و از قوانین تو استفاده کردن، اما نظام گذشته شما می پارلمان رو ببینین کدام امتیازات نبود که اینا برای خود در قوانین اساسی جا ندادن. از کدام مردم افغانستان، از کدام طبیع افغانستان پرسان شد؟ قوانین باید مردم بسازه، ولی در روح پارلمان مسوده می ساخته یا یک قانون می ساخت، رئیس جمهور به خاطر از اینکه پارلمان با سر من انتقاد نکنه و مرا رای بتا و او هم منظور میکرد. شما هر وکیل می دینید چقدر مصارف و خرش دسترخان و کش و فش و بادیگارد و ایگپا داشتن، و شما دیدین که نمی وکیلا مردم از شهر کابل زیر موتر کردن، اینا ترافیک ما را با یونیفرم نظامیش چپه کردن، در سرش کمش بالا شدن و در تلویزیون ها و آدم چیغ زد، اما وجود تک تک و زخمی خود نشان داد، کس پرسانش نکرد، پلیس ما را لتو کوب کردن، حتی کشتن در باز مورد هیچ کس هم نبود که پرسان میکن. بنان اگر قوانین تطبیق شود این بسیار مهم است، ولو هر گونه قوانین باشه. درست از من پیشترم گفتم که ما نمیتونیم قوانین مدنی را یا قوانین جامعه دموکراتیک را بریم در افغانستان تطبیق بکنیم، اونا خب شما میبینید که مرد با مرد و زن با زن هم نکام میکنن، ما قوانین را میتونیم بریم در افغانستان تطبیق بکنیم که هرگز نمیتونیم. بنان هر جامعه و هر کشور قوانین خود داره که از طرف مردم ساخته بشه، و قوانین شرعی خود چیزی است که اینا در اسلام پیش بینی شده که کتاب ها ممنون تانیاز ای صاحب مطابق از رو عملی میشه. رفت و برگشت کوتاه. و در بخش جنبندی برنامه حبیب صاحب، شما گواه بودین که در حکومت‌های پیشین جرایم جنایی بلند بود، فساد اداری صورت می‌گرفت و حتی جرم‌هایی که حتی بیانش خوب نیست صورت می‌گرفت. حالا به نظر شما تطبیق قانونی که رهبر امارت اسلامی، البته قانون شرعی و به اساس ارزش‌های اسلامی و شریعت اسلامی قرار هست که تطبیق شوه، چقدر به نظر شما تأثیر مثبت می‌داشته باشه تا ای که جرایم جنایی کاهش پیدا کنه؟ ببینید جناب صوفی صاحب، من قبلا هم عرض کردم که رهبرای محترم امارت اسلامی به خصوص امیرالمومنین امارت اسلامی خوب است که به خاطر از یکی که
بتانه در ایجاد یا در ساختن یک قانون اساسی مدون و خوب برای کشور هم استفاده از قرآن عزیز و هدایات گرانمایه پیامبر صورت بگیره و هم از نظریات عالی شخصیت‌های سیاسی و فعالان جامعه مدنی، البته منظورم از چهره‌های پاک و خوب درست نیک سالی که اونا در کشور گذشته های خیانتبار نداشته باشند، مثلا پیشتری دو بزرگوار ما که چه خوب نظریاتی عالی در قسمت ساختن قانون اساسی برای کشور ما یا موجودیت یک قانون اساسی کشور در کشور ما نظریاتی عالی دادن، از قسم چهره ها شخصیت ها باید میشه کنار بخواین، میشه که جلسات 3 روزه و 4 روزه در لوی جرگه خیمه لوی جرگه داشته باشند تا ای که اگر خدا بخواه افغانستان ما، کشور ما، ملت ما، حکومت ما صاحب یک قانون درست خوب اسلامی و شرعی و مدنی و نیکه که مورد قبول همه باشن، همه جناها و اقشار ملت ما، و هم این قانون مثل که پیشتر درد دل دو شخصیت های خوب نیک ما و می بود که قانون بالای همه عملی نمیشد، به اصطلاح یک نفر به خاطر دزدی یا بیزاننان زندانی میشد، یک نفر دیگه که میلیاردها میلیارد روپر را چور چپال میکردن هنوز استقبال میشد. در گذشته هم همین قسم بود. حالا مثلا راست میگه، بله درست میگه جناب نیازی صاحب، امی وکلای اولسی جرگه و مشران جرگه چنان ظلم و جفا و روش یک روش جلادانه نداشتن، یک روش واقعا وحشیانه را در برابر مردم داشتن که اگر موترایشان به ده ها انسان در زیر تیر موترایشان میشد کسی از ناپرسان نمی کردن، یا به اسلام بله پلیس ها را به خاطر نظم عامه، نظم سرسرکات، ترافیکار اینا لط میکردن، توهین میکردن، کسی پرسان نمی کرد. اما و قسم قانون هم که درست است، اما قانون جمهوریت هم بعضی بخش ها مشکلات را خود داشت، ذاتا مشکلات خود داشت، ولی در مجموع خوب بود، اما درست تطبیق نمیشد، یکسان تطبیق نمیشد. من امیدوارم که اگر قانونی که خدا بخواهد در اداره امارت اسلامی جور شود به اساس اقتباس از قرآن عظیم، ارشادات گرانمایه پیامبر و نظریات نیک مثل نمت و چهره های خوب تحلیلگرای خوب نیک سیاسیون نیک سالی خوش سابقه ما میشه کنه دعوت شوند بیاین و این به اساس نظریات نیک این شخصیت های ما، سیاسیون ما، دانشمندای ما باید یک قانونی جور شود که او دیگه فقط حلال مشکلات کشور ما، حلال مشکلات مردم ما. سلامت باشین اتمر صاحب. در صورت تطبیق حد و قصاص شما چه فکر میکنین، چقدر تأثیر میداشته باشه روی کاهش جرایم جنایی؟ به باور ما تطبیق قانون بخش عمده قانون است. اگر قانون درست تطبیق شود و ای که قانون هر قدر سخت گیرانه هم باشه او سبب اذیت مردم نمیشه، به خاطر از اینکه مردم اگر بفهمه که قانون درست تطبیق میشه از قانون سوی استفاده صورت نمیگیره او بیشتر خود مسئول احساس میکنه. من فکر میکنم در کشورهای اسلامی حد شریعت موجود است و در پالی ازی مثلا وضعیت اجتماعی مردم ایرا بازمو اولیای امور یا به اصطلاح محاکم یا قضات محترم اینا در نظر میگیرن و یا باید بگیرن. بر صورت اگر قانون ما دا هیچ قانون مخالف شریعت نیست، ما به یقین هستم قوانینی که تا امروز هم در افغانستان بوده او مخالف شریعت نبوده، اگر دموکراسی هم بوده او دموکراسی به این معنی که امروز دموکراسی در غرب است او قانون ما او دموکراسی ها را نداشته و یا به او میار نبوده. در اونجا هم ماده اولش هم اینمی بوده که مخالف احکام شرعی ما هیچ قانون را طرح نمی کنیم. پس ما گفته میتونیم تطبیق قانون مهمترین بخش قانون است. اگر ولو این قانون خیلی سخت گیرانه هم باشه به عوض از این که این مردم نگران بسازه، ما فکر میکنم بیشتر مردم احساس مسئولیت بکنه.
چرا در این صورت اگر قانون جنبه تطبیقی پیدا کنه دیگه باز حق کسی را کس خورده نمیتونه، سر کس کسی ظلم کرده را میتونه، کسی را کس کشته نمیتونه، چون او میفهمه که یک مرجع است، یک قانونی است که ما بازخواست میتونه. نیازهای سوی مشخصاً دیدگاه شما را همچنان می داشته باشیم، در صورت که حد و قصاص تطبیق شود کدام موردهای مثبت اتفاق می افته؟ من ببینید طرفدار تطبیق قوانین شرعی در افغانستان هستم، چون افغانستان یک کشور اسلامی است، ولی به شرط ازی که این قانون از جوالی تا باوالی به طور یکسان تطبیق شود. این قانون برای ملا برادر و ملا حسن آخون و وسایر دگه و نیازی و یک جوالی و یا یک کارگر به طور یکسان تطبیق شود. در اون صورت جرم و جرایم از بین میره. وقتی جرم و جرایم از بین میره، نه دست کسی قطع میشه، نه کسی قصاص میشه. بدون که اتبار چه پیشتر اشاره کرد، در زمان حضرت محمد هم مثال داد که یکی دو مورد اعدام صورت گرفت، چون مردم میفهمید که قانون لحاظ هیچ کس نمیکنه، کس جرم و جنایت نمیکرد. وقتی جرم و جنایت که کس نکرد، دست کسی هم قطع نمیشه، بازوی کسی هم قطع نمیشه، اعدام هم کسی نمیشه. من طرفدار تطبیق قانون شرعی هستم، بر شرط ازی که به طور یکسان برای همه افراد جامعه تطبیق شود. سلامت باشین. یاسین حبیب آگاه مسائل سیاسی، در استودیو اسحاق اطمر استاد دانشگاه و غلام سروی نیازی آگاه مسائل سیاسی هم در خط اسکایپ. سپاس از حضورتان، همچنان بابت همراهی شما بیننده های عزیز سپاسگزار هستم و وقتتان خوش و خداوند نگهدارتان.